شب بخیر، به افق نو خوش آمدید. بیننده صدای آمریکا هستید و من پیام یزدیان در 24 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. در برنامه امروز نگاهی داریم به چشمانداز سفر معاون پرزیدنت ترامپ به خاورمیانه. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به کشورهای مصر، اردن و اسرائیل سفر خواهد کرد. سفری که در ابتدای دی ماه به تأخیر افتاده بود. حال بر اساس اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، آقای پنس روز جمعه 29 دی ماه به مصر خواهد رفت و با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر دیدار می‌کند. در روز یکشنبه اول بهمن با پادشاه اردن دیدار می‌کند و آقای پنس همچنین روزهای دوم و سوم بهمن ماه در اسرائیل حضور خواهد یافت و قرار است ایشان علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل در کنیست پارلمان این کشور نیز سخنرانی کند. غیر از بحث انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی از دخالت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه نیز از موضوعاتی است که آقای پنس درباره آن با رهبران اسرائیل و مصر گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. به نظر می‌رسد موضوع اعتراض‌های گسترده در ایران نیز در حاشیه بحث معاون رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های منطقه باشد. ولی انجام این سفر به تعویق افتاده معاون رئیس جمهوری آمریکا منشأ کدام تحولات سیاسی در منطقه خواهد بود و چه افقی را در پیشبرد روند گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی ها به وجود خواهد آورد؟ این موضوعات را با کارشناسان میهمان برنامه پی خواهیم گرفت. لطفاً با ما باشید. بیننده برنامه زندگی افق نو از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب امانوئل اوتولنگی، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و کارشناس مبارزه با تروریسم در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن با ما هستند و منشأ امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل و از شهر تل آویو با ما هستند. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای منشأ امیر، طبق برنامه سفر آقای پنس، ایشون در ابتدا به مصر خواهند رفت و دیداری با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری آن کشور خواهند داشت. احتمالاً این سفر آیا باعث خواهد شد که از شدت مخالفت مصر در قبال تصمیم اخیر پرزیدنت ترامپ در مورد وضعیت اورشلیم کم کنه و یا نه؟ با درود به شما و مهمان عزیزتون، من از اورشلیم با شما صحبت میکنم. آقای پنس فکر نمیکنم که بتونه در سفر نه مصر و نه اردن اونها رو متقاعد بکنه که بیایند و اقدام پرزیدنت ترامپ رو در مورد اعلام پایتختی اورشلیم به رسمیت بشناسن. نمیتونن، به خاطر اینکه اونها جزی از جامعه عرب هستن و جامعه عرب تصمیمی گرفته که اونها حتی با اینکه با اسرائیل روابط سیاسی کامل دارن، این امر رو نخواهند پذیرفت و موجب بحران شدن روابطشون با فلسطینی ها نخواهند شد. در مجموع آقای پنس در شرایطی و روزهایی به خاورمیانه میاد که روابط بین اسرائیل و فلسطینی ها و بین فلسطینی ها و ایالات متحده بسیار بحرانی شده و سخنان آقای محمود عباس که اشاره میکنیم به صحبت ها در ابتدای و در برنامه خواهیم حتما اشاره خواهیم کرد، به همچنین به سخنان آقای نتانیاهو. اما آقای اوتولنگی، نظر شما رو بپرسیم در مورد اهمیت سفر آقای مایک پنس به مصر با توجه به اینکه رهبر قبطیان مصر و همینطور مقام بلند پایه دانشگاه الازهر که یک مقام مسلمان هست هم گفتن که دیداری نخواهیم داشت با آقای پنس. من فکر میکنم که دو تا مسئله اینجاست که به ما نشون میده چگونه یک اقدام مشکلی برای دولت آمریکا که همه چیز رو متعادل بکنه. از یک سو مصر یکی از ستونهای اصلی سیاست خارجی در منطقه است، به عنوان کشوری که اشاعه میده ثبات رو، کشوری که نفوذ سیاسی مهمی داره هم در ورای جهان عرب و هم به خصوص با حماس، با فلسطینی ها، فلسطینیان. بنابراین مصر مورد نیازه و البته روابط بین مصر و آمریکا یه مقدار از مسیر اصلیش خارج شده از موقعی که دولت اوباما از اخوان المسلمین هواداری کرد در دوره بهار عربی در سال 2011 میلادی. بنابراین اون مسئله باید مرمت بشه. مسئله اورشلیم و پاسخ مسیحیان قبطی به خصوص مشکل برای آقای پنس معاون ریاست جمهوری و برای واشنگتن
شیطان، ولی این در واقع نشون دهنده اون اقداماتی است که مسیحی‌ها باید بکنن برای تعادل امور در رابطه با در واقع کشورهای عرب. بنابراین این قابل انتظار هست. مسئله اصلی اینه که بار دیگر وارد تعامل بشه، مصر در همسو بشه با آمریکا به رغم اختلافاتشون بر سر انتخاب اورشلیم و مسئله انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، و به خصوص آمریکا یه تعهد تازه نشون بده به عنوان مصر به عنوان یه رهبر منطقه با حمایت آمریکا. خودشونشون به خصوص در رابطه با ایران نگرانی‌های زیادی هست از ورای جهان عرب در رابطه با ایران، و خیلی از این بی‌محراس دارن که آیا اون لحن تند پرزیدنت ترامپ آیا تبدیل خواهد شد به اقدامات ملموس در زمین؟ بله. آقای منشاد، پیش از اینکه به مقصد بعدی آقای پنس و اهداف سفرشون به اردن برسیم، بخش از سخنان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رو بشنویم که در نشست شورای مرکزی صاف در رام الله بیان شده. بعد این بحث رو با شما پی می‌گیریم. قدرت سیاسی برعایه دولیه و لیست منفرده. مذاکرات سیاسی باید با میانجیگری بین المللی باشد، نه با یک میانجی. باید روشن‌تر بگویم، ما آمریکا را به عنوان میانجی بین خودمان و اسرائیل نمیپذیریم. ما اکنون به ترامپ و دیگران نه گفته ایم. نه، ما طرح او را نمیپذیریم. ما به او گفتیم معامله قرن سیلی قرن است. ما تلافی میکنیم. آقای منشا، این سخنان محمود عباس چه زمینه ای رو برای سفر آقای پنس به خاورمیانه و دیداری که با پادشاه اردن خواهد داشت به وجود میاره؟ چون همونطور که میدونیم پادشاهی اردن به مانند سایر کشورهای اتحادیه عرب با تصمیم پرزیدنت ترامپ در خصوص وضعیت اورشلیم مخالفت کرده، ضمن اینکه به هر حال میدونیم قیومیت و نظارت بر دیوار ندبه و اماکن مذهبی مسلمانان در این نقطه هم به طور سنتی بر عهده پادشاهی اردن بوده. بله، نه، پادشاهی اردن فقط تولیت اماکن مقدسه اسلامی رو به عهده داره، یعنی مسجد الاقصی و مسجد قبة الصخره. در مجموع همونطور که گفتم سفر آقای پنس به خاورمیانه در این شرایط بسیار دشواری انجام میگیره. در مورد روابط با اردن، اردنی ها همیشه خودشون رو حامی فلسطینی ها نشون دادن، ولی در این حال منافع ملی خودشون رو دارن، با اسرائیل پیمان صلح دارن و باید طوری با آقای پنس کنار بیاین و در مورد مسائل مختلف صحبت بکنن که از یک سو معلوم نشه که اردن پیرو خواسته های ایالات متحده است و از سوی دیگر مخالفت های از جانب اردن بیان نشه که موجب تیرگی روابط با ایالات متحده بشه. یعنی در واقع ملک عبدالله با یک رسالت بسیار دشواری روبرو هست. در اصطلاح میگن که راه رفتن بین قطرات باران بدون اینکه خیس بشه، و این کار رو باید انجام بده. ولی تعبیر جالب و قشنگ و شاعرانه به کار بردید آقای منشا امیر. اجازه بدید این بحث رو با آقای آتون لینگی پی بگیریم. در این قسمت واکنش بنیامین نتانیاهو رو خواهیم داشت به سخنان محمود عباس و پرسش مطرح خواهیم کرد. شمعت گم تو دوریم شما ابو مازن. من آنچه را محمود عباس گفت شنیدم. او حقیقت را گفت. ماسک را درید و این حقیقت ساده را که من سالهاست میگویم برای عموم مردم روشن کرد که ریشه درگیری بین ما و فلسطینیان امتناع آنها از شناسایی دولت یهود در هر مرزی است. آقای آتولنگی، در ادامه این سخنان آقای نتانیاهو گفته که محمود عباس از طرح سیاسی آمریکا هراس داره و به این ترتیب میخواد که آمریکا را از روند میانجیگری خارج بکنه و عوامل دیگه ای رو جایگزین بکنه. آیا این احتمال میتونه وجود داشته باشه؟ من فکر میکنم که باید نگاه بکنیم به حقایقی در رابطه با محمود عباس. قبل از هر چیز این یک مردی که در سنین 80 او اداره میکنه
یک جایی رو که به هیچ وجه یک پارچه نیست و حتی نمیتونه خود فلسطینی‌ها رو متحد بکنه تحت رهبری خودش. اختلافات هست بین سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس و همینطور در نوار غزه اختلافات و شکاف‌های زیادی وجود داره. بنابراین این مردیه که موقعی که جوانتر که بود محمود عباس و در اوج قدرتش بود رد کرد دو پیشنهاد صلح عمده رو در 2008 و بعد 2014. بنابراین به نظر نمیاد که الان در واقع به تعامل دست بزنه با توجه به وضعیتش در داخل و در برون از اونجا، با اینکه قبلا در واقع با دولتی که بیشتر بهش مودت میکرد مثل دولت اوباما برخورد میکرد. بنابراین فکر میکنم که باید به حقیقت نگاه بکنیم که یک بحران رهبریت وجود داره در سوی فلسطینیان، در واقع یک اختلافات داخلی وجود داره در میان نهادهاشون و انتظار ندارم که حتی یک برداشت دوستانه تر از سوی آمریکا بتونه به هیچ چیز ملموسی منجر بشه. آقای منشا، در این میان آمریکا از چه شانسی برخورداری که بتونه ائتلافی منطقه‌ای علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به وجود بیاره؟ و اگه اجازه بدیم من در مورد موارد اختلاف بین فلسطینی‌ها و ایالات متحده و این پرسشگاه یا چقدر امکان داره که ایالات متحده و فلسطینی‌ها روابطشون خوب بشه و به این پرسش شما که آیا واقعا ایالات متحده میتونه نقش میانجی رو در آینده هم ایفا بکنه و یا اینکه فلسطینی‌ها به دنبال میانجی دیگری هستند اشاراتی بکنم. البته خیلی کوتاه چون این طرح سوال خیلی بلند شد. ممنونم. ببینید دفتر صاف رو در واشنگتن بستن و گفتن که شما نباید عملیات تبلیغات ضد صلح انجام بدید. ایالات متحده اورشلیم رو پایتخت اعلام کرد. پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که میخواهد سفارت رو به اورشلیم منتقل بکنه و همزمان میشنویم که اونرا یعنی سازمان کمک به پناهندگان فلسطینی ایالات متحده میخواهد که بودجه رو نصف بکنه، از 120 میلیون دلار به 60 میلیون دلار تقلیل بده. و علاوه بر همه اینها آقای محمود عباس امروز میگوید که دیگه ما نمیتونیم ایالات متحده رو شریک صلح بدونیم و به دنبال میانجی های دیگری میگردند. ولی در موقعیت سیاسی امروز جهان اروپا نمیتونه نقش میانجی رو بازی بکنه و مسلما چین و روسیه نمیتونن. بنابراین فلسطینی ها با یک بنبست برخورد کردن که چه باید بکنن و گویا در تماس های محرمانه و بررسی های محرمانه تصمیم گرفتن که تنها راهی که میمونه این است که به سازمان ملل مراجعه بکنن و درخواست بکنن که به عنوان عضو کامل سازمان ملل و یک کشور مستقل در بیان. این تنها کاری است که در شرایط کنونی فلسطینی ها میتونن انجام بدن. حالا آقای آتولنگی، آیا مایک پنس میتونه احتمالاً مخالفت ها به طرح به قولی و تصمیم پرزیدنت ترامپ رو در مورد وضعیت اورشلیم کاهش بده و نظر کشورهای منطقه رو جلب بکنه به فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه؟ فکر می‌کنم که در واقع پیوند عمده‌ای است بین این دو مسئله، به خاطر که مسئله اصلی اینه که کشورهای میانه روی عرب در خلیج فارس و جاهای دیگر برای اونا ایران یک تهدید استراتژیکه و این چیزی بود که باعث شد اون کشورهای عرب نزدیکتر بشن به اسرائیل و در واقع یک زمینه همکاری‌های مشترک داشته باشن در زمین‌های مختلف. بنابراین به خاطر این مسائل مربوط به منافع فلسطینیان نیست و هماهنگی اونا، بلکه همه این منافع در جهت هم قرار میگیرند ضد ایران. و سال 2013-2014 موقعی که پرزیدنت اوباما شروع کرد اون مذاکرات مربوط به برجام رو برای بازگشت قدرت رهبری آمریکا، این از اون موقع تا حالا این هماهنگی بوده بین کشورهای عرب. بنابراین نباید نگاه کرد به این دو مسئله به عنوان دو مسئله که به هم پیوند داره. لفاظی هایی که انجام میشه هماهنگ نیست با آنچه که واقعا اتفاق میفته. اینه که آیا پنس بتونه متقاعد بکنه کشورهای عرب رو که لفاظی شدید پرزیدنت ترامپ در قبال ایران تبدیل خواهد شد به اقدامات ملموس و واقعی. در رابطه با سوریه هم این شاید بزرگترین در واقع
جراحت برای منطقه چرا جایی که اقدامات در واقع شرورانه ایران در سوریه این بحران رو گسترش میده، ولی اگه بتونند در رابطه با این مسئله مقامات آمریکایی صحبت کنند، وقت ممکنه از میزان نگرانی رهبران عرب در رابطه با اورشلیم بکاهند. واکنش عربستان نسبت به مسئله اورشلیم رو هم رفته ساکت بوده، ولی ضمناً باعث نشده که از تعاملشون، تعامل آرومشون با اسرائیل کم بکنه. بله. آقای منشاب، جمع‌بندی شما رو بدونم در مورد اهمیت سفر مایک پنس به خاورمیانه، خصوصا سخنرانی که ایشون در پارلمان اسرائیل خواهند داشت و محورهای مهمش رو اگر شما در جریان هستید توضیح بدید. بله، ببینید، این به نظر من این یک سفر نه فقط مهم بلکه یک سفر تاریخی است که آقای پنس میآید که در واقع آنچه را که پرزیدنت ترامپ اعلام کرده تحکیم ببخشه و با کشورهای منطقه به هماهنگی و تفاهم برسه. موضوعهای مختلفی هست که شما و مهمان محترمتون بهش اشاره کردید. مسائلی هست که اختلافات بین اسرائیل و فلسطینی هاست، ایجاد هماهنگی هست بین کشورها برای مقابله با مسائل اتمی ایران و مسائل موشکی ایران. پرزیدنت ترامپ مایل است، و به همین علت یکی از عللی که آقای پنس رو فرستاده این است که بررسی بشه که مصر و اردن تا چه حد حاضرن که در ستیز با برنامه‌های اتمی و موشکی بالیستیک حکومت ایران همکاری بکنن، تا چه حد اونها میتونن به فلسطینی‌ها فشار بیاورن که با اسرائیل مذاکرات صلح رو اثر بگیرن، تا چه حد اسرائیل باید گذشت‌هایی بکنه که بتونه یک نوع تفاهمی با فلسطینی‌ها به وجود بیاره. از همه مهمتر، همان گونه که محفل نزدیک به آقای پنس گفتند، ایشون میآید که به اسرائیل اطمینان بده که ما حمایت و پشتیبانی خودمون رو از شما ادامه خواهیم داد. حرفای آقای ترامپ جنبه غیر جدی نداره، بسیار جدی و قاطعانه است، و بدونید که این حمایت ادامه خواهد یافت، و بنابراین ما انتظار داریم که شما اسرائیلی ها هم تا حدودی گذشت بکنید و امتیاز بدید که این مذاکرات شاید اثر گرفته بشه. آیا احتمالاً ایشون امتیازی رو هم برای فلسطینی ها قائل هستند و اینکه احیای روند گفتگوهای صلح فلسطینی با چه وعده‌ای میخواد پا بگیره و شروع بشه؟ ببینید، هیچ وعده‌ای لازم نیست. آقای محمود عباس به مدت 3 سال اخیر مرتب 3 تا پیش شرط ارائه کرده و این پیش شرط ها مانع اثرگیری مذاکرات صلح شده. اینکه آقای محمود عباس میگوید به خطاب به آقای ترامپ خانه خراب و میگوید که دروغگو، تو ما رو متهم میکنی که ما مایل به مذاکرات صلح نیستیم، درست نیست، به خاطر اینکه در 3 سال اخیر آقای محمود عباس با لجاجت کامل هر گونه تلاشی رو برای اثرگیری مذاکرات صلح خونسا کرده. بنابراین شرطی نباید گذاشت، هیچ پیش شرطی و هیچ وعده‌ای نباید داد. باید طرفین بشینن با هم مذاکره بکنن. ایالات متحده ثابت کرده که به عنوان یک ابرقدرتی که مایل در منطقه خاورمیانه صلح و آرامش برقرار بشه، بهترین میانجی میتونه باشه، چون هیچ یک از گزینه‌های دیگر، نه اروپایی، نه روسیه و چین، نه سازمان ملل و نه نهادهای بین‌المللی دیگر، نمیتونن نقش ایالات متحده رو در میانجیگری و پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ایفا بکنن. بله. آقای اوتلنگی، جمع‌بندی شما رو بدونیم از سفر آقای پنس به خاورمیانه و اینکه منشأ چه تحولات سیاسی خواهد شد. من فکر می‌کنم که بخش سفرش به اسرائیل موفقیت‌آمیز خواهد بود. روابط بین آمریکا و اسرائیل بهبود پیدا کرده بعد از پایان دوره تصدی کار آقای اوباما، لااقل از نظر بیان و لفاظی به نظر میاد که دولت آمریکا بسیار موعدت و دوستی داره با دولت فعلی، و بعد در رابطه با استراتژیشون، استراتژی مشترک در قبال ایران، چیزی که باید خیلی مواظبش بود.
من فکر میکنم که سخنرانی آقای پنس در پارلمان اسرائیل مورد استقبال قرار خواهد گرفت، ولی مسئله فراسوی این فقط این بازدیده. آیا آمریکا قادر خواهد بود که قدرت رهبریش رو در منطقه نشون بده در رابطه با منافعش و همینطور برای حفظ منافع متحدانش آیا تغییراتی در سوریه خواهد بود؟ آیا چیزی درخوری در رابطه با ایران پیش خواهد آمد؟ بنابراین اگر موفقیت آمیز باشه دیده خواهد شد آثار و پیامدهای این سفر طی هفته های پیش رو. آیا احتمالاً گفتگوهای صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل رو میتونه احیا بکنه این سفر؟ من پیش بینی کردم که ناکامی مذاکرات رو از پاییز سال 2000 میلادی. آنچه که اتفاق افتاد در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون این حقیقت رو نشون داد که شکاف بین دو طرف عجیب عمیقه. قبل از اون ما یه وضعیتی داشتیم که همه چیز مورد بحث قرار نگرفته بود، همه چیز مورد آزمون قرار نگرفته بود. بنابراین الان ما داریم وضعیت رو تکرار میکنیم، همه چیز گفته شده. بنابراین تا زمانی که شما بتونید غلبه بکنید بر این نسل از رهبران ممکنه فرصتی نباشه. شرایط در منطقه هم خیلی راهگشا نیست برای صلح، بلبشو است در همه جا. من فکر میکنم که اسرائیلیا علاقه اونقدر نخواهند داشت که الان امتیازاتی واگذار بکنن. محمود عباس نگران میراثشه و نمیخواد که پیش از اون پیشنهادهای 2008 و 2014 بره محمود عباس. بنابراین فکر نمی کنم که با دولت های مختلف هم به نتایج مختلف دست پیدا بکنید. فکر نمی کنم. بله آقای منشاه امیر، اگر یک جنبندی یک دقیقه ای ما از شما داشته باشیم، چون به پایان برنامه در حال نزدیک شدن هستیم. بله من هم با دیدگاه های مهمان عزیز شما کاملا موافقم. الان شکافی که بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها وجود داره انقدر عمیقه و آقای محمود عباس یک فرد سال خورده است که در واقع آنچه که گفت وصیت‌نامه سیاسیش بود و همون گونه یاسر عرفات نتوانست و نخواست با اسرائیل کنار بیاد، محمود عباس هم همینطور. بله ممنون از شما. اما پرسش محوری فیسبوک و برنامه افق رو با شما مطرح می‌کنیم. از شما پرسیدیم آیا در آستانه سفر مایک پنس به خاورمیانه چشم‌انداز مثبتی از شکل‌گیری ائتلاف منطقه‌ای علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران وجود دارد؟ بسیاری پاسخ آری به این پرسش دادید، حدود 65% و 35% پاسخ خیر. به این ترتیب به پایان برنامه امشب افق نو رسیدیم و ممنونم از آقایان اتولنگی و منشاه امیر و همینطور همکارانم هومان بختیار و رامش راسخ. تا افق نوی دیگر، روزگارتان خوش و خرم. صدای آمریکاست.